سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی توی این ویدیو میخوام در خصوص بک استراتژی اس ام ای و 20 با شما مطالبی رو به اشتراک بذارم این استراتژی در 300 تا ارز اول بازار مورد بررسی قرار گرفته و توی بازه سه ماهه بوده و میخوایم ببینیم بازدهی این استراتژی توی این ارزها به چه صورتی بوده و اینکه اگر بهینه سازیش بکنیم چقدر میتونه بازدهی رو بر اساس این استراتژی افزایش بده. ویدیوی قبلی که در خصوص بک تست استراتژی ساخته بودم استراتژی 5 بود که نتایج جالبی هم توش داشت پیشنهاد میکنم که اون ویدیو رو هم توی لیست ویدیوهایی که میخواین ملاحظه بکنید قرار بدید خب بریم جلو بحث اینه که اصلا کلا استراتژی چیه ما یه قاعده ای رو میایم به صورت منظم توی خرید فروش ها مورد نظر قرار میگیریم با یه سری پارامترهایی که توش در نظر گرفتیم حالا میتونه اینا تکنیکال باشه میتونه آنچین باشه ترکیبی از روش‌های مختلف تحلیل و معاملگری و ترکیبی از اونها که در نهایت یک الگویی رو برای معامله در اختیار شما قرار بده قاعدتا این ویدیو که برای شما ساخته شده یه ویدیو آموزشیه اگر میخواین توی مقاصد تجاری ازش استفاده بکنید پیشنهاد میکنم که خودتون هم کامل به صورت دقیق اون رو بررسی بکنید در نهایت تمام ریسک معاملگر رو شما هست چالش های استراتژی خب میدونید دیگه اطلاعات قیمتی گذشته رو داره در نظر میگیره تغییرات روند بازار باعث میشه که این الگوها تغییر وضعیت بدن همونطور که میدونید یه جمله خیلی معروفی داریم تو بازار مالی میگن که وقتی یه پترنی دیتکت میشه همون موقع کیل میشه به خاطر اینکه شما تنها نفری نیستین که دنیا به اون رسیدین و اگر هم کشفش کردین چون دارین ازش استفاده میکنین عملا بازار داره رفتارش رو نسبت به اون تغییر میده خب پس مرتب باید این استراتژی ها بکتس بشه به روز بشه اپتیمایز بشه و چون بازار هم مثل موجود زنده داره فتوسنتز انجام میده و نسبت به فاکتورهای مداخلگر محیطی اکسول نشون میده در انشه میتونه استراتژی در مقاطع زمانی مختلف بازیهای مختلفی داشته باشه شناسه الگو الگوی همراه با تغییر اون یعنی بدونیم که روش م... مسیر و بازار به کدوم سمت داره میره ثابت موندن الگو در تایم فریم های مختلف در نظر داشته باشیم که یه الگویی که به دست میاریم تو تمام تایم فریم ها قابل استفاده نیست یعنی اگه توی یک ساعت چهار ساعت داره جواب میده الزاما توی دیلی یا سی دقیقه یا پنج دقیقه نمیتونه همون استراتژی با... جا... اون جواب مورد شما رو در اختیارتون قرار بده و اینکه یه الگویی هم اگر به دست آوردین شاید توی یه تعدادی از ارزها جواب بده تو همه ارزها جواب نمیده که تمام این چالش های استراتژیکی که براتون توضیح دادم که مربوط به قیمت های گذشته تغییر روند بازار ثابت نبودن این الگوها در تمام تایم فریم ها و تغییرات بازار به همراه اینکه تو هر ارزی میتونه جواب خاصی رو بده باعث شده که ما به سمت بکتیس استراتژی بریم و بهین سازی اونها و پیشنهاد میکنم شما هم این مسیر رو کامل برین مجموع ویدیوهای من در خصوص این موضوع دارم تهیه می‌کنم که جلوتر انواع استراتژی که میخوایم بک تست بزنیم و بهتون نمایش میدم که بتونید ازش استفاده کنیم استراتژی مورد بررسی ما الان اینه که تو حالت بولیش و بیریش یعنی همراه با رشد و همراه با نزول رو داریم بررسی میکنیم میگیم تقاطع اسمه 10 و 20 زمانی که توی همون خط اول استارت بزن استراتژی اینجوری بای ون اس ام ای 10 کراس با اس ام ای 20 کرد یعنی وقتی که اس ام ای 10 از پایین به بالا اس ام ای 20 رو قطع کرد یه تقاطعی به وجود آورد و قیمت دو تا کندل بالاتر از اسمه ده قرار گرفت اون موقع خرید انجام بده زمانی که اسمه ده 20 به سمت پایین شیکوند یا اینکه قیمت اومد زیر اسمه ده بفروش و استاپلاس هم بذار زیر قیمت خرید زیر قیمت قبل... زیر قیمت دیروزش بسته شدن دیروزش به این خاطر که اگر یه دفعه توی شرایطی بازار بحرانی شد سریع بتونه از معامله خارج بشه ببینید تمام فاکتورهایی که این تو گفتم اولا اینکه دو تا کندل بسازه دو اینکه یه شرط هم گذاشتم گفتم که اگر مثلا قیمت اومد زیر اس ام ده بفروش و اینکه اومدم یه استاپ هم گذاشتم روش برای اینکه اگر زیر قیمت دیروزش اومد هم این کار رو انجام بده جلوتر توضیح میدم که اگر ما مثلا با شارپ ریشیوی بالا معامله بکنیم این ردیف سوم دستورمون چقدر میتونه نوسان ایجاد کنه پس در نظر داشته باشیم هر کدوم از این پارامترها رو عوض بکنیم میتونه نتیجه جداگانه ای رو برای ما به همراه داشته باشه بعد حالت بیریشش هم برعکس این یعنی پوزیشن شورت میگیریم تو معاملات فیوچرز بالایی هم هم اثبات میتونیم بزنیم هم لانگ میگیم بفروش زمانی که اس 10 SMA 20 رو از بالا به پایین قطع میکنه و قیمت دو تا اینتروال زیر SMA 10 قرار میگیره و خرید یعنی پوزیشن رو ببند زمانی که SMA 10 به سمت SMA 20 از پایین به بالا قطعش میکنه و یا اینکه و یا اینکه قیمت بالای اسمه ده قرار میگیره استاپ هم گذاشتیم رو قیمت روز قبلش و به این صورت این استراتژی بسته میشه فرضیات و پارامترهای استراتژی مون اینو که اول تو 300 تا ارز اول مارکت کپ بر اساس حجم بازارش داریم کار میکنیم رو صرافی بایننس قیمت های بایننس مبنا قرار دادیم 90 روز گذشته رو داریم میبینیم و قیمت ها بر اساس معاملات اثباته یعنی قیمت های فیوچرز رو درش دخالت ندادیم که شما بتونید تو معاملات اثبات هم تو قسمت بایش ازش استفاده بکنید همه اینا فرضیاتیه که میتونه نتایجی اگر هر کدوم از اینا رو تغییر بدیم نتایج متفاوتی ببینید. حالا تو این بک تستا دنبال چی هم اس ام ای 50 10 20 30 و و ام ای 9 و 12 12 و 26 12 و 50 و این نه تا استراتژی به قول معروف عمومی یا پاپیولاری که اکثر گران تو بازارهای مالی ازش استفاده میکنن مثلا گلدن کراس گلدن اند کراسه گولدن که مثلا 50 از پایین به بالا 20 قد 200 کنه یا از پایین قطع بکنه که اون تقاضای طلای و مرگ در خصوص یه ویدیو ساختم توی کانال یوتیوب ها میتونید ببینید و اون هفت تا استراتژی دیگه ای که به ما کمک میکنه خدمتون عرض شود که بتونیم توی بازار سیالتر حرکت بکنیم همه اینا رو ما خواهیم بررسی بکنیم در نظر داشته باشیم بقیه این ویدیوها اه... و سازی این استراتژی که واقعا بهتون به جرأت میتونم بگم که یک مجموعه بی‌نظیریه و منحصر به شما تو هیچ کانال یوتیوبی، تلگرامی، اینستاگرامی هیچ کدوم از اینا نمیتونید مثال این رو پیدا بکنید که اینا رو به صورت مجتمع و توی این تعداد ارز اومدن بررسی کردن نه آید یه دونه استراتژی رو یه ارز خاص توی بازه زمانی خاص اومدن دیدن و اینطوری نبودی که همه رو به صورت مجتمع کنار هم ببینن و بعد مقایسه کنن که آقا توی مثلا اتریوم اگر بخوایم از اینا استفاده بکنیم از این 6 تا و این نهتای تا بغل کدومش به ما بازدهی بالاتری در چه تایم فریمی میده و بعد بیان حتی بهینه‌سازیش هم بکنن و خب این دلیل اینکه این رو ما در اختیار شما قرار داریم میدیم اینه که بتونیم با همدیگه یک منافع مشترکی رو توی بازار ترسیم کنیم پیشنهاد میکنم چون بقیه ویدیوها مخصوص کسایی که کانال رو سابسکرایب کردن و برای عموم به نمایش در نمیاد همین الان سمت راست روی این گزینه کلیک بکنید کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم برای بقیه دوستاتون بفرستین که اونها هم بتونن ازش استفاده کنن بهترین استراتژی برای هر, بر هر ارز دیجیتالی بسته به بهینه‌سازی با این روش هایی که ما اینجا انجام دادیم داره بهینه‌سازی با استفاده از است. هوش مصنوعی و استفاده مقایسه و تغییر پارامترهایی که توی هر کدوم از این دستورات هست و به سازی با استفاده تغییرات پیشورز استراتژی اینا رو ما اومدیم تغییرش هم دادیم یعنی این نبوده که این پارامترها همین پارامترها باشه و در نهایت مثلا ما به همین نتیجه برسیم نه اینا رو اومدیم تغییر دادیم حتی میتونیم استخرای مختلفی رو تعریف کنیم توش که ورودی های مختلف از جاهای مختلفی رو بگیره که در ادامه ویدیوهای بعدی به این موضوع میپردازیم به این پارامترهایی که انجام دادیم بیش از پنج هزار حالت مختلف رو در نظر گرفتیم و در نهایت دیدیم چه بازدهی های جالبی میده چند روز پیش اتفاقا تو کانال اینستاگرام هم زده بودم که تو صفحه اینستاگرام هم زده بودم که روی ریپل بود فکر میکنم استراتژی خب مثلا یه این بکتستا در بهترین حالت مثلا یه بازدهی ثابتی داشت ما اومدیم اینو بهینه سازیش کردیم 400 درصد بازدهیش بیشتر شد یعنی چهار برابر یعنی پنج زبدر در پنج شده دیگه عملا چهار برابر اون بازدهی بالاتری رو به ما ارائه کرده خواهی این نشون دهنده اینه که بهینه سازی و پارامتر چقدر مهمه در خصوص بحث بهینه سازی هم ویدیوی حالا یه سری سایت ها هست این خدمات رو به شما میدن اما خب خیلی محدود روی یه, یه عرض میده روی تایم فریم محدود میده ال حال به خاطر اینکه با این موضوع آشنا بشین یه, مج... یه ویدیو هم در این خصوص ساختم تو کانال یوتیوب هم به اشتراک گذاشتم حتما برین ازش استفاده کنید برای فایل مرتبط به اینم حتما به کانال تلگرام من مراجعه بفرمایید بریم سراغ فایل خب بریم اینجا ما توی تایم فریم روزانه همونطور که مشاهده میفرمایید توی اینجا ما یه رنکینگ داریم که اومدیم این ببین او هم BTC 0 و یک داریم اینجا چرا چون اینجا خدمتتون من که ما بولیش و بیریش داریم یعنی تر رو حالت سعودی و نزولی اومدیم بررسیش کردیم تو 300 تا ارز اول و این سیم نمادشه پرافیت درصد بازدهی بر اساس این استراتژی بای اند هولد ریترن پرسنتیجشه یعنی اگر تو این بازه سه میخریدیم، می‌خریدیم کنار چند درصد سود کرده بودیم شارپ ریشیو هستش که نسبت ریسک به بازده رو داره مقایسه میکنه. میدونید که نسبت شارپ ریشیو اگر مثلا یک و کمتر باشه خب ضعیفه وقتی دو باشه خوبه سه باشه عالیه برای یک سرمایه گذاری و بخصا اونایی که میخوان یه سبد ببندن ماکزیموم داونی که اتفاق افتاده 7 درصد یعنی اگر اینو خریده بودین همینطوری نگه داشته بودین حد دا اکثر افتی که میکردین هفت درصد بوده وین ریت 33 درصد خب قاعدتا همه با وین ریت آشنا هستن آلبروکس حدود 70 درصد اگر وین ریتی تو معامله داشته باشین بسیار بسیار اون رو جذاب موفق میدونه 9 تا ترید انجام شده میبینی توی این بیت کوین 9 تا ترید بوده تو زمان سی روزه استراتژی ام ای که خدمتتون عرض کردم 10 و 20 تو پوزیشن بولیشه و داره میگه اس ام ای 10 و 20 استاپ لاسش رو 8 بذاری و این دیگه بهینه شده و تک پروفیتش 16 بذاری با آر به آر 2 شما 22 درصد میتونستی تو این بازه از با 9 تا معامله که چیز انجام میده رو بیت کوین ازش سود دریافت کنی خب من اینو یه سفر یه مدت بزرگترش بکنم دیگه حالا این برم یه ذره ازش بگذریم بیایم اینجا من خدمتون عرض شود که بیام یه ذره این برتر اینجا فریز بزنم که شما بتونید اطلاعات رو بهتر ببینید خب ببینید من پرافیت رو میام بر اساس بیشترین میزان بازدهی در بازه زمانی یک روزه این فایل اسمه ای ده و بیست یک روز است تو تایم فریم یک روز است سورتش میکنم میگم از بالا به پایین بر من بچین میاد میگه که اگر همین اس ده و 20 تو بازه یک روزه در نظر گرفته بودی و رو اون قاعده با اون توضیحاتی که دادم با اون شرطی که اگه یه روز مثلا قیمتش بیاد پایین تر از روز قبل و الی آخر معامله کرده بودی رو اوشن 261 درصد بازدهی داشتی رو آر ان آر 241 فیت 242 224 STMX 137 من این سفر رو آروم میارم پایین که شما اینا رو بتونید ببینید خب البته بذارین اینجا رو حذف بکنم البته هرچی هم کوچیکش بکنم شاید اینا رو نبینید ولی حالا اکثرا آر با آر دوه یعنی با آر آر دو فقط بحث اینه که استاپلاسش رو چند قرار بدید بیشترین بازدهی رو بهتون داده من این آروم میارم پایین که واسه این بکنم ببینم اگه کوچیکتر بشه همین خوبه دیگه فکر میکنم تو صفحه برای شما کافی باشه بزنین اینم فول سایز ببینم نه نشد نه خب شود که این بدم بالا خب اه. همونطور که مشاهده میفرمایید من بر اساس بیشترین بازدهی اومدم اینا رو سورت کردم آروم سفر میارم پایین که شما اگر بخواید چیزی رو ببینید بتونید راحت انجام بدید من دیوریشن و ام ای استراتژی رو هاید بکنم اه... اه... آه... صفحه اه... قشنگ مشخص میکنه که تو بازه یک روزه اکثرش بولیش بوده اینجا این هم تو مثلا اثبات میتونستیم بزنید یا لانگ تازه اگر لانگم هم بزنید با لورج یکه و شورت هم تو بیگویشش با لورج یکه که این بازهای رو میده که اگر بیشترش بکنین ریسکتون هم بالاتر میره و در نهایت میتونین حالا سود بیشتری هم ببرید از معامله خب مثلا اینجا تو ZRX 88 درصد تو بازه سمای با 14 تا معامله برای ما با استاپ لاس 7 درصد و تک پرافیت 4 درصد یعنی قیم رون قیمتی که توی این موقعیت قرار میگیره و اون دستور رو که بزنید روش این کراس انجام شده دو تا کندل هم بعدی ساخته میتونه برای ما بازدهی داشته باشه من یه ذره بیام پایینتر که شما مشاهده کنید من میام تا حدود مثلا حالا بیایم پایینتر ببینیم بازدهی ها به چه صورتی مثلا فانتوم 80 درصد بازدهی میتونسته داشته باشه با اس ام 10 و 20 رود استاپ 8 و 16 و خدمتتون عرض شود که روز اینا حالا ارزایی که خیلی شاید به اسمش به گوشتون خورده باشه 77 درصد چهار درصد یا CHZ حالا مثلا تو بعضی می بینید که باین هول اگه بخری بندازی کنار شاید مثلا بازدهیش بیشتر از خرید فروش مرتبش باشه بعضی هم نه تا بازدهی منفی داشته که اینجا براتون مشخص کرده اگه با 9 تا معامله رو بیریش بزنی با استاپ یک و تک دو با 9 تا 70 درصد بازدهی بهت میداده خب بیایم پایین تر خب آی سی پی رو که حالا همه اکثرا پروژهش رو 63 درصد بازدهی داشته و ماکزیم درادنالش 8 درصد بوده 51 درصد بخری بذاری کنار 16 تا معامله زده وی ریت 62 درصد خب بیایم پایین تر همینطور که میبینید حالا این شما میتونید در حین اینکه ویدیو رو میبینید هی پازش بکنید این اطلاعات رو دفترشتون یادداشت بکنید که ازش بتونید بعدا هم استفاده بفرمید تو بازه یک روزه اکثرا اینا بازه بهتری نسبت تایم تا فرمای پایین‌تر پایین تر داشتن GMT که خب همه تو توکنش آشنا هستن 45 درصد اگه میخرید مینداختی کنار 15 درصد بازدهی داشته شارپ ریشیوش کمتر از یک که ریسک ریواردش یه مقدار داستان داره ماکسیمم درادانش 17 درصد تو زیاد میرفتی ریتش دیگه رفتن روی 50 درصد 12 تا معامله و 10 و 20 با تی پی با اس ال 9 و تی پی 18 میزان بازدهی این ارز بوده بیایم پایین تر همونطور که میبینید مثلا حالا ارزهای دیگه هم اینجا ردیف شده دیگه رسیدیم به بازدهی های چهل درصد چون تو سه ماه هست یه مقدار میریم پایین تر هم ببینیم اما بعضا یه سری بازدهی های میبینیم منفی هم شده بیایم اینجا مثلا ای نگاه بکنیم چلو درصد اگه میخواید میزش بیشتر سود میکردی اما خب درادانش تو 19 درصد منفی هم میبرده 12 تا معامله روش زدی وین ریتش 41 درصد پس شانس معامله برنده بودن تو این معامله رو کم کرده و استاپ SL9 و TP18 نیر رو مثلا اینجا ببینید یا انکر رو ببینید هر کدوم از اینها بازدهی های مختلفی داشته من این سفر یه ذره آرومتر جابجا جا کنم که شما بتونید اطلاعات مورد نظرتون رو پاس کنید ازش یادداشت بفرمایید بیایم پایینتر ارزی مثل دات هست که دیگه همه میشناسن 38 درصد بازدهی داشته 17 درصد اگه می‌خرید می‌ذاشتی کنار شارپ ریشیا 1 و 2 دهم ده هفت ترید وین ریت 70 هفتاد درصد 71 هفتاد درصد خوبه کاوا که خیلی ها شاید ازش سودهای خیلی خوبی گرفتن 34 درصد 7 درصد با این هولد شه ماکسیم درادان 13 درصد بوده و ما 34 درصد تونستیم بازدهی بگیریم بر اساس بک تست استراتژی و 9 تا معامله زده با تی پی 14 و اس 7 درصد ببین این کاوا تو بولیش بوده حالا تو بیریشش این 34 شده 33 7.43 همون هفت و گرفته ولی شارپ متفاوته رادانش متفاوته و وین ریت های متفاوتی هم داره به ما نمایش میده من بیام پایین تر دیگه مثلا توی این ارزها تو ویو ویوز و خب خیلی ها ازش بازدهی آنچنانی گرفتن میبینید باین هلدش ده درصد 32 درصد نت پروفیتشه 15 تا دراپ داونشه و 45 درصد وین ریت و 20 تا معامله زده با تی پی 10 و اس ال 5 همینطوری که بیاین پایین ارز فایل هم مثلا فایل کوین هم خیلی ازش استفاده میکنه ارز پر مخاطبی هست اینا دیگه بازدهی ها دیوینین همچنان دیگه داره کم میشه خب ببینید یه سر... همینی که دارم میگم تاکید کنم که یه سری استراتژی تو یه سری ارزا خوب جواب میده تو یه سری ارزا خوب جواب نمیده پس قرار نیست با یه استراتژی شما تو همه عرضو دیدین بعضیا میان میگن یک استراتژی طلایی داریم مثلا اینطوری میکنه بلا میکنه بهمان میکنه نه بابا اینجوری نیست شما با یه بک تست میتونید این نشه رسید اصلا همچین چیزی نیست میتونه انقدر زیان هم به مخاطب تحمیل کنه خب طور که میبینیم مثلا فایل کن اینجا هم هست ولی تو حالت بیریش قبلیش بولیش بود دیدیم یا زیل تو بیریشش 25 درصد بازدهی داشته ولی به مثلا میخواید میزه 39 درصد وین ریت 66 ریادانش هم 9 درصد شارپ ریشش هم 1 و 15 خیلی تعریف آنچنانی نداره بیاییم پایین تر میبینید همونطور که هی میاییم پایین تر ارزها چیز میشه دیگه بازیاشون کمتر میشه من باز هم بیام پایین تر تا ببینیم دیگه از یه جایی به بعد شاید دیگه اون هم تعداد معاملات خیلی زیاد میشه همین که دیگه واقعا نمیسه سع... یعنی با دست که نمیتونید انجام بدید حتما باید ربات باشه و اینکه دیگه این تعداد معامله با اون چیزا دیگه از یه عددی کمتر با کارموزی که پرداخت کنید از صرافی دیگه آنچنان ارزشمند نباشه خب دیگه رسیدیم زیر 20 درصد بازدهی یا خب دیگه در نظر داشته باشیم که این ارز توی این حالته با این استراتژی دیگه خیلی بازدهی آنچنانی تو سه ماهه به ما نمیده خب مثلا گالا رو خیلی روش مثبت بودن توی بازدهی 15 درصد پرافیتش بوده و جالب میگرفتی میذاشتیش کنار 91 درصد میگرفتی خیلی بیشتر از میزان بازدهی که با استراتژی گرفتی پس اینی هم که تو بازار میگن بخر بزار کنار همیشه سود میکنی نه یه جاهایی سود میکنی یه جایی ضررای سنگین میکنی یه نابود میشه فرض کنیم که لونا گرفته بودن چه بلایی سرشون اومد من بیام پایین تر میبینید دیگه حالا من این آروم ب... دیگه اینا بازدهی های دیگه ناچیز و میریم تو بازدهی های منفی بریم منفی ترینش چقدر سی و... و یک درصد ام XNA, SCU SC CFX RLC اینا بازدهی منفیه که با این استراتژیه و هیچ فایده ای نداره جالبه که تو این با این استراتژی اگر با این بکتسی که ما زدیم اگر مثلا RCL 23 درصد منفی گرفته تو میخریدی میزشگیان 144 درصد مثبت بود ولی خب داستان اینه که کسی از این قصه خبر نداره که چیه بر اساس ای اینا دیگه شانس و بخت و اقباله که یه همچین اتفاقی با آدم رو بکنه من بیام بالا دوباره رو پرافیت دیدیم خدمتون عرض شود که رو وین ریت هم بیام سرچ بکنم او وین ریت صد چه چیز عجیبی من تا وین ریت 60 و حالا آل بروکسی بخوایم نگاه کنیم میام پایین تر شما هم ببینی اینجا را مشاهده کنید اگه وین ریت های بالا رو بخواید در نظر بگیرید به این صورته ولی خب بعضا هم بازدهیاش بازدهی جذابی نیستش ولی خب درصد موفقیتش درصد موفقیت بالاییه همونطور که مشاهده میفرمایید بیایم بریم روی مثلا بریم شارپ رو ببینیم عددهای بزرگ شارپ ریشیمون چنده یک و هفت بیشترینش بوده دیگه اینا دیگه نوسانات کم مثلا یک و با نس پرافیت 96 درصد یو تی, تی کی همون فرمایید 12 تا معامله رو بولیش زده با اسمه 10 و 20 تی،, تی, پی 14 اسل 7 درادانش هم شیشه و خدمت من باین هولش هم 23 درصد که خب به نظر میاد خیلی خوب جواب داده توی اینا یا ستی ام ایکس 137 درصد دانش 10 درصد بوده باین هولدش 40 درصد 13 تا معامله زده تی پی 14 و اسل 7 13 تا معامله باروین ریت 69 درصد بازده 137 درصد رو نصیب معامله گرانش در اساس دیتای گذشته کرده این دیتا تا یه بازه زمانی جلوتر قابل تکاه هست تا اینکه بازار یه دفعه یه اه... چرخش اساسی توش انجام نشه یه دفعه مثلا نزولی شدید یا صعودی شدید نشه همچنان میشه ازش استفاده کرد ولی اونایی که دارن مرا... به صورت رباتیک از اینا استفاده میکنن تو بازهای زمانی مختلف این رو دارن آپدیت میکنن خب این شد توی زم... بازه زمانی یک روزه بریم سراغ بازه زمانی چهار ساعته من یه ذره اینو بزرگترش بکنم که شما هم بتونید مشاهده کنید دیگه توضیحاتی که اونجا دادم فقط منوط میشه به مشاهده این اطلاعات اینجا اینا رو هم هایت کنم که شما بتونید سفر کامل ببینید یه ذره بزرگتر کنم که وضوحش بهتر شه بریم رو پرافیت ها همونطور که مشاهده میفرمایید این کار با بکتس با ربات انجام شده FET سر 92 درصد تو تایم فریم 4 ساعته داده من اینو بیام تا مثلا 50 درصد خوبه دیگه تو چهار ساعته تو هم بازه سمایش با 66 تا معامله این یعنی بهترین بازه تو چهار ساعته رو اف ای تی بوده ال دی او بوده اس سی بوده پلا بوده RNDR بوده بت بوده بی بوده پی بوده ACH ای بوده بعضی ارزها مثلا آدم اصلا اسمش هم نشنیده ببینید چرا خاموش دارن میان و بازدهی رویایی میدن و میرن از جلوی چشم ما فقط با تواصمون بهش باشه من بیام پایینتر. از بازدهی پرافیت 60 درصد بیایم تا بدون مثلا 30 درصد دیگه بقیهش به نظر میاد که جذاب نباشه گالا رو نگاه کنید جی ام تی رو نگاه کنید های و اچ بی و استیم و 33 4 درصد بازدهی داشته و درادان 19 درصد و باین هولد 24 درصد و 69 تا معامله خیلی زیاده با وین ریت 33 درصد که 34 درصد که خب دیگه این وین داستان داره دیگه یعنی هر چهار تا معامله بزنی سه تاش اوت یکیش درسته که مثلا تازه با کلی 69 تا معامله زده رسیده به بازدهی این تیپی پس از یه جای بعد هر استراتژی توی هر ارزی تو هر تایم فریمی جواب نمیده من بیام پایین اینو ببین بازدهی ای صفر حتی به 46 درصد بازدهی منفی هم می‌رسیم که یعنی بهمون به ثابت میکنه که اگر قراره بر اساس این استراتژی مثلا معامله کنیم و این پیش‌فرض در نظر داشته باشیم خب تو این ارزه جواب نمیده دیگه هیچ اصراری هم نداریم ولی تو چه ارز جواب میده تو این بالایی که با هم دیدیم بریم سراغ شارپ ریشیو تو شارپ ریشیو 1.6 خوبه Fxs as بازه حالا بازه یار هم اینجا دارین مشاهده می‌کنید مثلا تا اینجا تا همین دو ستای اول خوبه برای باش این وین ریتا رو نگاه کنیم 66 درصد BTCST SRM LDO FXS SCRTX دیگه مثلا این وین ریتا یه دفعه میاد پایین به این تایم فرمایی که میاد پایین تر SMA خیلی توش جواب نمیده بعد بریم سراغ چیزهای دیگه بریم سراغ مثلا EMA یا ولی تو تایم فریم بالاتر بهتر جواب میده بریم تو تایم فریم اینم دوباره این دوتا رو هاید کنم که صفحه بزرگتر شه آربار هم همونطور که خدمتون گفتم آربار دو در نظر گرفتیم که این اپتیمایزیشن رو روش انجام داده با این ترکیب شما یا هر نقطه که کراس انجام شد به طبق اون اینجوری بتونید بچینید بردید خب من بیام اینجا هفتاد درصد بیشترین بازدهی تو تایم فریم یک ساعته است. من این رو آروم میارم پایین که شما بتونید دقیق مشاهده بفرمایید خب ببینید ما اومدیم بر اساس اون الگو رسیدیم به اینکه مثلا بازدهیه به چه صورتیه حالا من اه فارغ از این تو این استراتژی اومدم چی رو در نظر گرفتم گفتم که بهترین حالت SMA یا رو بررسی بکن و داش به من بگوی که بهترین ترکیب برای یک ارز به چه صورتیه که این ارزش افزوده بسیار زیادی رو ایجاد میکنه در خصوص اون یه ویدیو جداگانه خواهم ساخت همونطور که خدمتتون خوا... هم عرض کنم فقط برای کسایی که کانال سابسکرایب کرده باشن قابل مشاهده خواهد بود اون ویدیو پیشنهاد میکنم اگر تا الان کار دنبال نکنید و این به این کانسپت علاقمند هستین حتما حتما این موضوع ورود بکنید ازش بتونید استفاده بکنید خب بیایم پایین تر ببینیم چه خبره ببینید که بازدهی یا کم میشه این بازدهی ها خیلی بازدهی جذابی نیست پس ما بیشتر تو بازه روزانه تونستیم یه شرایط خوبی رو مشاهده بکنیم حالا بریم سراغ این که بهینه مثلا من تو این ارضا تو بازه روزانه کدومو دیده بودم بیشترین بازدهی رو داشت اینو ببندیم اینو ببندیم و بریم سراغ بازدهی روزانه خدمتون عرض شود که من اینو دوباره برای مثلا اوشن 261 درصد یا حالا مثلا یه, یه عرض دیگه حالا هم اوشن هم میتونیم بریم بریم توی این بیام یه کنترل F بزنیم نمیتونیم پیداش بکنیم مثلا الان اوشنه 245 درصد اینجا داره به من بازدهی میده که حالا با اون نت پرافیت و چیزایی که در نظر گرفتیم اینجا 261 درصد بیشترین بازدهی رو به من داده که میتونیم به عنوان مثلا حالت بهینه در نظر بگیریم روی اسمه 10 و 20 و خدمت هر شاید استاپلاس 9 و تک پرافیت 18 که مربوط به این موضوع میشه خب من فکر میکنم که تا همینجا بتونیم این ویدیو رو ببندیم ویدیوهای بعدیمون در خصوص بقیه استراتژی یا ها بکتست های اونها به سازی مرتبط با اونها هستش که میتونیم ازش بیشترین استفاده رو ببریم امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی و ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت میکنید سوالی اگر در این خصوص دارین حتما برای ما این زیر کامنت بکنید و به تمام سوالات شما پاسخ داده میشه برای شما آرزوی سلامتی و روزهای خوبی رو دارم موفق و پرسود باشید خدا نگهدار